جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رجبی، دانشگاه تهران معمولا دانشگاه خارجی میگرفته، همه در جریان هستیم، اما اینکه تایید شده این دانشجو از نیروهای هشت و شعبی هستند و تحصیلاتشون به ویژه تو حوزه مدیریت و اینکه بدون کنکور وارد میشن چه معنایی داره؟ درود بیکران. ببین، البته این موضوع جدید نیست، قبلتر هم جمهوری اسلامی خبرای مده بود که داره از هشت شعبی میگیره، ولی خب اون موقع شکلی تکذیب کردن، تو همین ایران اینترنشنال هم در مورد صحبت شد. اما یک چیزیش ربط داره به موضوع خود دانشگاه، یک قسمتش موضوع هشت شعبیه. ببین، موضوع دانشگاه ها برای جمهوری اسلامی مهمه، به خصوص دانشگاه تهران. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی کلن دانشگاه رو برای خودش یک خطر بالقوه میدونه، یعنی گمان میکنه که از دانشگاه احتمال داره خیلی کارهایی به ضدش بشه یا در یک روزی مثلا اونها فعالیت بکنن. دیدیم رفت به سمت اینی که مداها، آخوند، هر شکلی که تونست برد اونجا استاد کرد، مسئول کرد، سعید عدادیان، کی و چه و چه. اما خب اونجا نیاز هم داره، به دلیل اینی که افراد از اونهایی رو که از هشت شعبی میارن، حتما که از نیروهای مثلا عادیش رو نمیارن، که از کسانی رو میارن که بتونن هم در جمهوری اسلامی از اونها استفاده بکنن، در یک فضای امنیتی تر کردن دانشگاه، و هم بعدها بتونن توی عراق فعالیت های انجام بدن. این در مورد دانشگاه هاست که من فکر میکنم قسمتیش ربطه به خودم دانشگاه بیشتر برای کنترل و سرکوبشه و اون یک دست کردن دانشگاه هاست. یک موضوع هم هشت شعبیه. ببینید، هشت شعبی خب حالا تا سال 2016-17 که خیلی هنوز سازمان بزرگی نشده بود و بیشتر متمرکز رو جنگ داعش بود، از بعد از اون جمهوری اسلامی برای هشت شعبی سرمایه گذاری بسیار بزرگی کرد. مثلا دوره که من خودم بودم یادمه که خیلی از اینها پاسپورت ایرانی داده بود، به خیلی از اینها مثلا وام های میداد، خونه میداد، چه میداد، سرمایه گذاری کرده روی اینها، رو اعداد اینها، گروه های زیادی رو درست کرده. به دلیلش اینه که واقعا اون نگران اینه که در یک وقتی اگر مردم باشه، یک نیروی سرکوبگر رو داشته باشه که هیچ خط قرمزی نداشته باشه، اگر ریزش شکل گرفت از اون نیروها استفاده بکنه. یه قسمتش هم برای اینکه یک سری اینها رو اون مدیریته باشه، بتونه بفرسته عراق، بعد توی یک جاهایی اونها رو استفاده بکنه که اگر توی عراق هم باز هم مثلا مردم عراق اعتراض کردن، بتونه توی تصمیم گیری ها اینها تأثیر بذاره. آقای رجبی، یه نکته هم که تو صحبت‌های آقای مقیمی بود این بود که خب اینا قرار هزینه تحصیل خودشون رو بدن بر اساس خب قوانین، اما خب می‌دونیم همه ما که هزینه‌های گروه‌های نیابتی مثل هشت شعبی رو هم داره جمهوری اسلامی میده، این به معنای از این جیب به اون جیب کردن دیگه. در مورد این چه توضیحی میتونیم بدیم؟ نه باور نمی‌کنم حتی از این جیب به اون جیب باشه. نامه‌هاش همین الان هم شما ببینید تو اینترنت وجود داره که موردی مثلا نوشتن فلان شخص رو معرفی کردن اونجا انجام بشه. برعکس، به اینها پول هم میدن وقتی اینها میرن توی اونجا انجام بشن. موضوع هم جدید نیست، الان فقط رفتن دانشگاه تهران مطرح شده. شما اگر ببینید مثلا توی اهواز، خوزستان، اینها از قبل بودن، حقوق میگیرن اینها، و قبلترش سالیان سال ما میدونیم توی جامعه المصطفی که توی قم مثلا یک دانشگاهی که کار طلبگی هم میکنن، اینها حقوق دلاری دریافت میکنن. یعنی این نیست که اونها پول بدن، اینها پول میگیرن، در حالی که مزایایی رو هم که به اینها میدن فرق میکنه حتی با نیروهای خودشون، به دلیل اینکه عرض کردم اینها یک سرمایه گذاری خیلی عظیمی دارن روی هشت شعبی، از روی کادرسازی در اونها، از این که توی عراق بخوان کادرسازی بکنن، از این که از اینها توی ایران استفاده بکنن. یک نکته هم که من آخر میخوام اشاره بکنم اینه که در فضایی که پزشکیان آمده توی صحبتهای اون داره این پیام میده که واقعا اتفاقی که در گذشته بود همون ریل میره، باز هم بیشترین پول، سرمایه و قدرت جمهوری اسلامی خرج نیروهای نیابتی میشه، حتی توی موضوع آموزش که ما الان با این روبرویم. ممنونم جابر رجبی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.